سلام دوستای عزیز و ناظرین، دوباره شما را خوش آمدید میگم به چینل نوری تیوی. دوستای عزیز، ما یک برنامه داشتیم که راز جوانی و راز زیبایی هنرمندان سینما، آسانها و ورزشکارها و دیگر افراد موفق دنیا چگونه هست. حتما این ویدیو را دیدین، اگر ندیدین در قسمت بالا ما لینک میمونم، برین این ویدیو را حتما ببینین. اولین رازی که ما گفتیم چی هستم؟ ورزش هست. امروز دوستان عزیز میخوایم که کامل درباره ورزش براتون بگیم که ورزش چی فایده هایی برای یک انسان، برای وجود انسان داره، کامل اینو براتون تشریح میکنیم. اما قبل از او حتما چینل ما را سابسکرایب کنین و از زنگوله را فشار بدین که هر زمان ما ویدیو اپلود میکنیم بعد از دسترستون قرار بگیرد. در ضمن حتما چینل ما را لایک کنین و نظریاتتان را بر ما بفرستید. خب میریم اولین روز یا ورزش کامل براتون تشریح میکنیم، میبینیم. دوستای عزیز، دوباره خوش آمدید به چینل نوری تیوی. خب امروز درباره فواید ورزش میخوایم که کامل صحبت داشته باشیم که ورزش چی فایده ها و چی خوبی هایی که برای بدن ما میرساند. فواید جسمی ورزش: افزایش توانایی بدن، جذب استفاده از اکسیژن، کاهش فشار خون، افزایش حجم و وزن قلب، بهبود جریان خون در کل بدن، بهبود قدرت و انعطاف پذیری عضلات، افزایش واکنش عضلات، تحکیم استخوان‌های بدن، افزایش قدرت و استقامت بدن، بهبود سیستم گوارش بدن، بهبود تناسب اندام، افزایش هماهنگی و تعادل در عضلات بدن، افزایش چابکی، استقام و سلامتی مفاصل، کنترل وزن، افزایش توانایی جنسی و غیره. دوستای عزیز، همین رقم که گفتم که ورزش چی فایده های برای بدن داره، نه تنها برای جسم انسان بلکه برای ذهن و مغز انسان هم فایده های بسیار زیاده داره که امروز همه اینا رو برای شما میگیم. یک، کاهش استرس. یکی از مهمترین فایده های ورزش کاهش استرس است. زمانی که استرس انسان استرس نداشته باشد، یک نوع مادی است به نام نورپینفرین که ای در بدن ترشح میشه و با کمک ورزش بدن میتونه راحت تر با ای کنار بیاره، یعنی با ای تنش ها کنار. افزایش شادی: مطالعات مختلف دوست عزیز نشان میده که ورزش باعث کاهش استرس و استراب میشه. زمانی که شما ورزش میکنین، در حقیقت شما یک نوع قرص ضد استرس و استراب میخورین. پس شاد نیوشین زمانی که ورزش میکنین، انرژی پیدا میکنین و شادی در وجودتان میاد، چون تمام استرس و استراب از وجودتان یا از ذهنتان خارج میشه و دور میشه. 3، اعتماد به نفس. یعنی وقتی که ورزشکاران ورزش میکنن، اعتماد به نفس اینا بالاتر میشه، یعنی ذهنیت مثبت در وجود از اینا میاد. پس اعتماد به نفسشان در هر کار، در هر بخش، بخصوص در ورزش و حتی در کارهای دیگهشان، اعتماد به نفسشان بالاتر میره. پس فایده بسیار فوق العاده یکی از گزینه های ورزشی است، اعتماد به نفس انسان هم بالاتر. لذت بردن از فضای آزاد: ورزشکاران عزیز ما که در فضای باز میرن ورزش میکنن، یکی از خوبی های عزیز است که از نعمت های خداوند، از نعمت های الهی دیدن میکنن و از فضای باز لذت میبرن. و دیگه این که میتونن به راحتی ویتامین دی بگیرن، یعنی با از فضای باز میتونن لذت ببرن، ویتامین دی بگیرن. پس ورزش یکی از خوبی های دیگه که داره، مخصوصا کسایی که در بیرون در فضای باز ورزش. 5، افزایش قدرت مغز. ورزش باعث میشه که پروتین BDNF را، یعنی افزایش میده در بدن و شدت افزایش میده.
که این خوبی از یکی از دوستای عزیز که این تصمیم گیری، تفکر و یادگیری را بیشتر می‌سازد. پس زمانی که شما ورزش میتونین، میتونین بر راحتی تصمیم بگیرین و تفکرتان بهتر میسازه، یادگیریتان بهتر میسازه، یعنی ذهن بازتر میسازه و میتونین بر راحتی درس میخونین یا کارهای دیگر انجام میدین، گیرندگیتان بیشتر میشه و جذب مغز بهتر و خوبتر. شش، افزایش حافظه. ورزش کردن تولید سلول های هیپوکامپوس را که مسئول حافظه و یادگیری هست افزایش میدهد. دوستای عزیز، پس زمانی که شما ورزش میکنید، حافظه انسان را تقویت میبخشد و یادگیری را بیشتر میسازد. پس ورزش میتونه که حافظه انسان را قویتر بکند. دوستای عزیز، کنترل اعتیاد. یعنی در کل میتونیم بگویم که ورزش یک نوع جهاد بر حاله اعتیاد است. زمانی که ورزش میکنین، خود به خود از مواد مخدر، از مواد نشه آور ورزشکارا انسان ها دوری میکنن و این یکی از خوبی های بسیار زیاد ورزش است که از اعتیاد و مواد مخدر دوری میشن. هفت، افزایش آرامش. یک جلسه ورزش مثل این میمونه که شما یک قرص آرام بخش کنید. زمانی که شما ورزش میکنین، درجه حرارت بالا میره. وقتی که آرام درجه حالت نرمال خود پیدا میکنن، بدن احساس آرامش، احساس راحتی میکنن. پس افزایش آرامش در بدن ورزش باعث میشه. هشت، افزایش انرژی. بررسی ها و تحقیقات نشان داده که زمانی که ورزش میکنی، انرژی خود به خود بالا میره. یعنی ورزشکارا انرژی بیشتری نسبت به دیگران دارن و میتونه این افراد هر کار دیگر را انجام بدن. یعنی به راحتی میتونه کارهای مختلف دنیا را انجام بدن. پس ورزش باعث انرژی درونی و بیرونی، یعنی جسمی و ذهنی انسان میشه. کیپسار یکی از فایده های بسیار خوبی ورزش همیست که انرژی مثبت را به شما برمهاد. نو، افزایش خلاقیت. زمانی که به هم دیگه بعضی افراد ورزش میکنه، باعث انگیزه میشه و تاثیرات مثبت به بالای یکدیگر میداشته باشه. در حقیقت یک تیمی که با هم ورزش میکنن، اینا باعث چی میشن؟ باعث انگیزه و اثرات مثبت خوبی به هم دیگه میداشته باشن که یکی از خوبی های ورزش این هم میباشه. خب دوستای عزیز و نازنین، امید که از فایده ها ورزش آگاه شده باشین که ورزش برای جسم انسان چی فایده هایی داره، برای ذهن و مغز انسان چی فایده هایی داره. خب بتونیم همه ما شما ورزش کنیم، صحتمند و سالم باشیم. ورزش نه تنها در نظر جسمی و روحی و مغزی انسان فایده داره، بلکه ورزش برای اقتصاد یک کشور هم مفید می باشه، برای امنیت یک کشور هم مفید می باشه. حالا بیاییم روی امنیت. تاثیرات مثبت روی امنیت یک کشور چی تاثیرات داره؟ زمانی که یک ورزشکار ورزش میکنه و میره به سکوی قهرمانی میره و قهرمان میشن، اینا هیچگاه خلاف نمیتنن. هیچگاه یک ورزشکار عمل زشت انجام نمیتن، بخاطر که اینا نام‌آور میباشن. اینا کسایی هستن که به اصطلاح محبوب و شهرت پیدا میکنن و هیچگاه به طرف خلاف نمیرن و هیچگاه کارهای عمل زشت و پلید را انجام نمیتن. پس برای امنیت یک کشور بسیار ورزشکار رول مهمی دارد. برای یک کشور چی فایده های از نظر اقتصادی دارن؟ خب زمانی که یک نفر ورزش میکنن، اینا انسان های سالم میباشن، یعنی از نظر جسمی سالم میباشن و این تاثیراتشان روی خانواده خودم هم اثرات مثبت میداشته باشن. چرا؟ اینا هیچگاه با آسانی مریض نمیشن. یعنی زمانی که یک نفر مریض نشن، اصلا نیاز به تداوی دکتر و دوا نمیشن. و کسایی که ورزش نمیکنن، اینا در یک زمان مریضی های بسیار سخت در پیش میگیرن و حتی خارج از کشور اینا سفر میکنن
به خاطر تداوی و هزارها و میلیونها نفر مصرف میکنن به خاطر تداوی خود. پس به اقتصاد خانواده خود، به اقتصاد مملکت خودم هم ضربه میزنن، ناخودآگاه ضربه میزنن. ولی کسی که ورزشکار است حتما خانواده از اینا سالم میباشد، چون تمام معیارهای ورزشی رو آگاه میشن، معلومات به دست میارن و او رو تطبیق میکنن بالای خانواده شن. و معمولا خانواده هایی که کسایی که ورزشکار هستن، خانواده هایشان با آسانی مریض حال نمیشن، چون اینا میدانن که چی بخورن چی کار کنن. پس به اقتصاد یک مملکت هم بسیار مفید است، به اقتصاد خانواده هم مفید است و برای امنیت یک کشور هم مفید است. و ورزش یک خوبی دیگه که داره، باعث افتخار و سربلندی تمام ملت میشود و بیرق کشور خود را در اهتزاز در میارد. خب این ورزشکارهایی است که بیرق کشور خود را در کشورهای بیرون به اهتزاز در میارد، بخاطر قهرمانی هایشان که در این اواخر قهرمان های بسیار زیادی ما داره شاهای مختلف برای افغانستان، پرچم افغانستان به اهتزاز در آوردن و سرود ملی افغانستان در کشورهای بیرون مرزی نواختن. این بود برنامه ما درباره اولین راز جوانی و زیبایی که اون ورزش بود براتون گفتیم و براتون ارائه نمودیم. دوستای عزیز، اگر این برنامه خوشتون آمده حتما به دیگران شریک کنین، برنامه ما حتما چنل ما سابسکرایب کنین، دنگوله را فشار بدین، لایک کنین و نظریاتون بفرستین. اگر سوال داشتین بر ما سوال روان کنین، بیان بدین، برای خدمت هستم. برنامه بعدی ما راز دومش میشه و به می رقم این راز برای شما به صورت علمی برای شما بیان میکنم. موفق، کامیاب، پیروز باشید.